سای پاپیران نارنجی در سمت چپ برگزار کننده این دیدار خواهند بود و آخرین صحبت های آقای مؤسس رو هم گوش میدیم در مورد دو تیم و اینکه به هر حال پیش میشه از این بازی چیه. آقای میرزا، شما این نکته خیلی جالبی رو فرمودین راجع به بازیکن استقلال شما صحبت میکرد. من چه منظوری برای تبلیغ برای استقلال ندارم، ولی یکی از نقاط قدرت استقلال که بازیکنانی داره که در پست‌های مختلف این توانایی بازی رو دارن. یکیشون همین کراره که هم در میانه زمین هم در جناحین هم به عنوان مهاجم میتونه بازی درسته. کنه. آن دو تیموریان هم همینجور و من فکر کنم چون بازی شروع شده من شما اجازه میخوام که صحبتامو بعداً خب بازیکن استقلال صاحب توپ هستن در خط دفاع. حنیف عمرانزاده پاس عرضی رو میندازه، پشمان منتظری بعد از اینکه از کمند مصونیت رها شده دیگه در ترکیب اصلی قرار گرفته و زوج این دو بازیکن رو در خط دفاع خواهیم دید. پاس رو به جلوی که حنیف فرستاد و به مقصد نرسید. جعفری در میانه میدان توپش رو یک لحظه میزنند، ولی خب بازم بازیکن استقلال وسیلی حنیف عمرانزاده توپ رو در اختیار دارن. او اشتباه میکنه، یک فرار سریع برای بازیکن سایپا میارن به پشت محوطه جریمه. حرکتی از انصاری فر در منطقه جریمه، انصاری فر و چیزی نمونده بود که در شروع مسابقه روی اشتباه حنیف عمرانزاده که اونجا یک حرکت عجیب و غریب رو انجام داد دروازه استقلال باز بشه که این اتفاق نیفتاد و رحمتی در مسافه تک به تک دروازه رو بسته نگه داشت. مسافه 2 ملی‌پوش در یک مسابقه باشگاهی در مقابل هم که صحنه زیبایی رو ایجاد کرد. حالا شاید تصویر آیستش رو هم ببینیم. ظاهرا استقلال زیاد خوبی هم از این مسابقه به عمل نیومده. به هر حال بازی میونه هفته است و شاید حالا در ادامه این مسابقه تماشاگران بیشتری رو در ورزشگاه ببینیم. در بازی قبلی تیم استقلال قبل از داربی خیلی بیشتر از این تماشاگر میومد به ورزشگاه آزادی. یک ضربه کرنر بلند بنافان استقلال توپو برمیگردونن و این ضربه که ضربه خوبی نبود از ابراهیم صادقی کاپیتان تیم سایپا که ضربهش با اختلاف زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت. خب دیگه میره به ورزشگاه آزادی. همکار خوبم هم علیرضا علیفر بازی رو گزارش خواهد کرد. قهرمانی است. کمک ها آقایان حسن کامرانی فر و سعید زاره و داور چهارم آقای منصور نوری ناظر کار تیم داوری آقای حسین عسکری هستند و ناظر سازمان لیگ آقای آلبرت گریگوریان. برای تیم استقلال رحمتی، منتظری، حسینی، حمودی، عمرانزاده، تیموریان، جباری، حیدری، کرار، برهانی و مجیدی بازی خواهند کرد. سرمربی تیم استقلال هم که آقای پرویز مظلومی هستن. برای تیم سایپا در این مسابقه مهدی خانی در درون دروازه هست، ایوبی، قربانی، ابراهیمی، غلام نژاد، صبحانی، شاه علی دوست، صادقی، رضایی، منوچهری و انصاری فر دیگر بازیکنان تیم سایپا هستند با هدایت مجید صالح که سرمربی این تیم هست. استقلال صاحب توپ در نیمه زمین خودی، پاس به عقب. حنیف عمرانزاده صاحب توپ هست، بازی کند هست در لحظات در واقع در دقایق نخست مسابقه. یه درگیری، ادامه بازی، فرصت برای بازیکنان سایپا، 4 یار از سایپا که به هر حال ارتباط قطع میشه و این یورش حاصلی برای تیم سایپا نداره. ابراهیم صادقی کاپیتان تیم سایپا رو ملاحظه میکنید. احساس ناراحتی میکنه اما ناراحتی او جدی نیست. یک ضربه به سود تیم سایپا هست. حدود 15,000 تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند و بازی رو تماشا میکنند. تعداد خطاها رو میبینید، یک در مقابل یک. ببینیم با این فرصت یاران سایپا چه خواهند کرد. رضایی با پای چپ بلند به بالای دروازه استقلال. رحمتی صحبت میکنه اونجا با یاران خط دفاعی خودش.
یک بار دیگه استقلال از سمت چپ کار رو دنبال میکنه. عمرانزاده برای کرار، حسینی، برهانی به عقب برای خود حسینی، حالا جباری صاحب توپ هست، پاس بلند به سمت راست، همچنان صاحب توپ هستن یاران استقلال منتها در میانه زمین. مجدد از مرکز زمین یاران استقلال با حسینی، جباری میچرخه به عقب برای عمرانزاده، حالا بازی مستقیم، ارسال پاس بلند و اونجا درون دروازه وحید مهدی خانی توپ رو در اختیار میگیره، صحبت میکنه عمرانزاده با بازیکنان کناری خودش. ضربه از مهدی خانی و این طرف همتای او سید مهدی رحمتی. حسینی باز هم برای حنیف عمرانزاده. خب شروع طوفانی از استقلال دیده نشده تا اینجا، حالا به دقیقه 7 رسیدیم که همچنان بازی آرام هست. جباری، کرار، یک بار دیگه جباری، این بار به قصد ارسال پاس برای مجیدی، توپ به اون نمیرسه. خب تمام بازیکنان سایپا در نیمه زمین خودی هستند و استقلالی ها مرتبا شانس خودشون رو آزمایش میکنن، منتها توپ به درون محوطه جریمه نرسیده. مجید صالح رو لحظاتی ملاحظه کردید، سرمربی جوان تیم سایپا رو. یه فرصت برای کرار، پاس به جلو برای مجیدی، تصمیم و قصد او بود که خب به هر حال توپ نرسید. ایوبی رو میبینیم، دفاع چپ تیم سایپا در این مسابقه، پرتاب رو انجام خواهد داد، به این شکل کار رو میکنه. ادامه بازی، یه لحظه عمرانزاده از ناحیه شانه احساس ناراحتی میکرد، صحبت میکنه با یار حریف که انصاری فر هست. پرتاب مجید غلام نژاد، رحمتی درون محوطه جریمه، بردن بازی به سمت راست. به دقیقه 9 رسیدیم، چیز خاصی از دو تیم تو اینجا روی حملات خودشون دیده نشده. باز هم استقلال از سمت راست شانس خودش رو آزمایش میکنه، یه پاس به جلو، ارتباط رو یه لحظه مدافعین سایپا قطع میکنن، همچنان صاحب توپ هستند، یک در مقابل 3 و اجازه کار به کرار داده نمیشه. حالا ضد حمله برای سایپا، توند و تیز با 3 بازی کن، به جناح راست کسی اونجا نیست. خطا از یار سایپا. غلام نژاد خطا کرد، تصویر از طرف هم ملاحظه کردید. یک بار دیگه استقلال از درون زمین خودی، منتها باز هم میبینید کند و آرام. رحمتی،
ارسال پاس بلند. یاره چهار روز به شاه علی دوست هست برای ایوبی، یه پاس موازی با خط طولی، مجددن استقلالی ها میگیرن توپ رو. تیموریان، مجیدی صاحب توپ، عبور میکنه از دو بازیکن، بازیکن سوم توپ او رو میزنه. کمک داور اول آی کامرانی فر رو ملاحظه کردید. آی صالح همونجا با بازیکنان سایپا صحبت میکنند. میثم حسینی پرتاب رو به سود تیم استقلال انجام میده. خود حسینی میگیره توپ رو. صادقی، انصاری فر، باز هم ادامه بازی. تصمیم آقای قهرمانی است. جاسم کرار، یک بار دیگه ادامه بازی. گریز انصاری فر از سمت راست با پای چپ و بدون ریسک اونجا حمودی توپ رو به کورنر میزنه. همچنان رحمتی اونجا صحبت میکنه با بازیکنان استقلال. کورنر به سود سایپا هست. رضایی میزنه با پای چپ، حاصلی نداره برای سایپا این کورنر. ضربه از رحمتی بلند. مجید غلام نژاد مأمور پرتاب هست. انصاری فر صاحب توپ، لو میده توپ رو. جباری، حسینی، یک بار دیگه جباری، تخصص داره در ارسال پاس‌های بلند. سمت راست یار خودی رو صاحب توپ میکنه. خب یک تکل و گرفتن توپ جباری. حالا صادقی حرکت میکنه، از خط میانی هم عبور میکنه. انصاری فر گریخته، میتونه پشت خط دفاعی صاحب توپ بشه. یه ضربه و همونجا رحمتی بیرون میاد و اجازه ورود توپ به دروازه رو نمیده. یه حرکت خوب از یاران سایپا و یه کورنر دیگر به سود سایپا. تصویر از سر ملاحظه کردید. تعداد کورنرها رو میبینیم. پشت محوطه شش قدم برمیگردونند. یکی از بازیکنان سایپا روی زمین افتاده. بازیکن دوم یه لحظه میزنه یاره حریف رو. آقای قهرمانی بازی رو متوقف کرده. این تیموریان هست و این خطا روی او. هیدری بغب، همون مسئله که خدمتون عرض کردم کاملا مشخص است در بازی، کند بازی کردن هر دو تیم. البته خب سایپا ابتدا قصد داره که در واقع دروازه خودش رو در این مسابقه حفظ بکنه و سپس به دنبال
گلزنی است. وقتی توپ رو از دست میدن به این شکلی که ملاحظه میکنید جمع میشن در نیمه زمین خودی و همگی بین توپ و دروازه قرار میگیرند. منتهی استقلال که طبیعتاً تصور بر این هست که شانس بیشتری برای پیروزی داره، هرچند که نتیجه مسابقه در زمین تعیین میشه، به هر حال تا اینجا سرعت دادن به بازی رو ندیدیم در تیم استقلال. سه کورنر رو سایپا زده و استقلال هنوز کورنری نزده روی همین نحوه بازی دو تیم. خب خطا به سود سایپا اعلام میشه، خطای حیدری. پیروز قربانی اونجا پشت توپ هست، یار اسبق استقلال به این ترتیب ضربه میزنه. یار چهل استقلال علی حمودی است که در دفاع راست بازی میکنه. پرتاب دیگری به سود تیم سایپا هست. تیموریان میگیره توپ رو، یار شماره چهار روزبه شاهعلی دوست. صادقی یه دور میزنه به عقب برای غلام نژاد. غلام نژاد حرکت میکنه در بین چند بازیکن استقلال، ضربه رو هم میزنه، منتها اختلاف توپ با چارچوب زیاد هست. بر میگرده غلام نژاد. آقای مجید صالح که در زوباهن در واقع در کنار منصور ابراهیم زاده پر تجربه تر شد، حالا به عنوان سرمربی کار میکنه، مستعد هست در این کار و احتمالاً آینده بهتری هم خواهد داشت در جمع مربیان جوان فوتبال کشورمون. حسینی جباری. خب تمام استقلالی ها دل به جباری بستند با اون پاسهای بلند و دقیق خودش. یه بار دیگه این کار رو میکنه، میبینید به چه زیبایی برای فرهاد مجیدی، منتها غلام نژاد اونجا امان نمیده به مجیدی و توپ رو به بیرون میزنه. برهانی در این مسابقه از ابتدا در ترکیب استقلال قرار گرفته، به هر حال از انگیزه بالای بهره‌مند هست و دوست داره گلزنی هم بکنه. کورنر به شکل پاس، یک بار دیگه کرار، یه ضربه و حالا اولین خطری که البته آسیبی به دروازه سایپا نمیرسونه. جباری، منتظری، حسینی. تمام توپا در میانه میدان به جباری داده میشه. حیدری به این سمت آمده، صاحب توپ هست، پشت محوطه جریمه، فرصت برای زدن ضربه، برخورد توپ با زمین و سپس در دستان وحید مهدی خانی. جباری رو ملاحظه کردید، ضربه او رو هم دیدید، از این نما هم نگاه کنید. به هر حال حالا استقلال دو بار اونجا خودی نشان میده در یک سوم دفاعی حریف، شوت به دروازه دو در مقابل یک. منتظری، تیموریان، گریز از سمت راست، فرصت برای حمودی و کورنر. اشتباه کرد بازیکن سایپا، اجازه داد توپ به بیرون بره، تصور میکرد کورنر نیست. به هر حال کمک داور دوم آقای سعید زارع خوب در تصویر آهسته، البته به نظر میسید توپ با پای بازیکن استقلال برخورد کرد و به بیرون رفت. به هر حال کورنر زده میشه.
رحمتی بیرون از محوطه جریمه برای حسینی، عمرانزاده و تیموریان. خب یه مقدار دیگه بازی شبیه تصاویر اسلو موشن شده. برهانی یک دوی موفق با حیدری، خود برهانی. باز هم برهانی در بین سه بازیکن حریف که طبیعتاً اجازه کار به او داده نخواهد شد. داور بازی رو متوقف کرده. خطا به سود استقلال رو آقای محسن قهرمانی اعلام کرده. آقای مجید صالح سری تکان میده و معتقد نیست به این خطا. وحید مهدی‌خانی استقرار نفر اول در دیواره دفاعی رو راهنمایی میکنه. کرار پشت توپ هست. حالا به این شکل میزنه و در واقع تحویل میده توپ رو به وحید مهدی‌خانی درون دروازه تیم سایپا. به دقیقه 22 رسیدیم. استقلال 0 سایپا 0. منتظری، تیموریان، جباری، تیموریان برای حسینی، کرار. یه لحظه تو برو میزنم مجددا برای خود کرار. بالاتر از او ضربه سر رو مدافعین سایپا میزنند. خب توپ حیدری رو هم به این شکل میگیرند. خب عجله میکنند یاران سایپا زمانی که توپ رو میگیرند. همون نکته که خدمتون عرض کردم، فاصله خطوط سگانه این تیم با دستور این مربی کم هست طبیعتا در مقابل استقلال که مدعی برد در این مسابقه و مدعی عنوان قهرمانی است. ابتدا عرض کردم سایپا قصد داره دروازش رو حفظ بکنه. خطا به سود سایپا. خطا روی رضایی از سوی کرار. پرتاب به سود استقلال. پاس به قبره رحمتی. باز هم حسینی. تماشاگران طرفدار استقلال هم کاملا ساکت هستند. بازی به شکلی است که در واقع اونها را هم ساکت کرده و تهییج نشدند در دقایق سپری شده از بازی. یه گریز از سمت چپ از توی بازی کنن سایپا و باز هم ارسال پاس به جایی که هیچ کدام از یاران خودی حضور ندارند. خطای صادقی اونجا اعلام میشه. درست هم هست در تصویر آیسته میبینید. تشخیص آقای حسن کامرانی فر، کمک داور سرشناس فوتبال کشورمون. جباری صاحب توپ از دو بازیکن عبور میکنه. یه پاس خوب حیدری. پشت محوطه جریمه اونجا درگیر هستند و این بار هم استقلال دست خالی بایستی برگرده. علی حمودی برمیگرده، دفاع راست خوزستانی استقلال.
نیمکت ذخیره های تیم استقلال رو لحظاتی ملاحظه کردید. داور در صحنه حضور داره، یک بار دیگه بازی رو متوقف میکنه. استقلالی ها بلافاصله بازی رو به جریان میاندازن. این بار خطا روی مجیدی اعلام نمیشه. این لحظه است که خطا اعلام شد، خطا یار شماره 40 اسحاق صبحانی. بعد از اون هم فرهاد مجیدی رو زدن که داور خطایی نگرفت. خود مجیدی موفق نیست، توپش رو میگیرند. خب دست به جیب میشه آقای قهرمانی برای نخستین بار در این مسابقه و اخطار رو به کاپیتان استقلال فرهاد مجیدی میده. بله میبینیم حرکت فرهاد مجیدی رو، اعتراض هم نمی کنه، معذرت خواهی هم میکنه از غلام نژاد. صادقی به عقب، غلام نژاد، مرتضی ابراهیمی برای پیروز قربانی، دو مدافع میانی پرتجربه سایپا، مرتضی ابراهیمی و پیروز قربانی هستند. جباری به قصد راه انداختن مجیدی، حرکت نمی کنه. پلی میکر استقلال جباریست، منطقه فقط هم دل بستن به یک بازیکن یه مقدار کار رو مشکل میکنه که تا اینجا به این شکل بوده حرکات بازیکنان استقلال. همه توپ‌ها رو در میانه زمین به او میدن تا او پخش بکنه. البته در این کار استاد هست، منتها بیشتر روی پاس‌های بلند او شاخص هست. خب خطا روی حیدری رو میبینیم. عمرانزاده، حسینی، برهانی، یه بار دیگه حسینی، به عقب برای رحمتی. او منتظری رو میبینه، حالا برای جباری، سر بالا نگاه میکنه، کوتاه کار میکنه، مجددا خود جباری. اعلام خطا روی برهانی، میبینیم در تاثیر است خطای غلام نژاد رو. ابراهیمی در عرض برای قربانی، فرزاد مجیدی را همونجا لحظاتی ملاحظه کردید در بین تماشاگران. یه موقعیت برای سایپا درون محوطه جریمه، یه پاس به عقب، اجازه زدن ضربه داده نمیشه و دربار دوم هم به همین شکل توپ با یار استقلال برخورد میکنه و بر میگرده. خب ضربه دروازه به سود استقلال اعلام شده، خود رحمتی مأمور زدن ضربه هست. مرتضی ابراهیمی رو لحظاتی در مرکز خط دفاعی ملاحظه کردید، معطل میکنه، حالا میزنه رحمتی. تیموریان، جباری، ادامه بازی، توپ در اختیار یاران استقلال هست.
برهانی در سمت چپ یکی دوبار پا عوض میکنه، نمیتونه توپ رو سانچ بکنه. باز هم جباری سمت راست بازیکن حرکت میکنه، حالا برای او پژمان منتظری، مجتبی جباری، یک بار دیگه منتظری، یه حرکت از تیموریان، یه پاس خوب به سمت چپ برهانی و از بالای سر مجیدی توپ عبور میکنه و نمیرسه مجیدی تا ضربه سر رو بزنه. ببینیم با هم در تصویر رایسته جزئیات کار رو. برهانی میتونست خودش هم ضربه بزنه، میتونست حتی پا به توپ به سمت دروازه حرکت بکنه، منتها با گذشت قصد ارسال پاس برای مجیدی رو داشت که ملاحظه کردید ارتفاع توپ زیاد بود. مهدی خانی برمیگردونه، عمران زاده، دقیقه 31 بازی است، استقلال 0 سایپا 0. تیموریان با سماجت حرکت میکنه، اونجا نیمکت سایپا رو هم لحظاتی ملاحظه کردید و آقای فرشاد فلاحت‌زاده که سرپرست تیم سایپا است و خودش بازیکن استقلال بوده. حیدری میزنن توپ عمودی رو، حتی با حمودی برای حیدری، برای خود خسرو حیدری که اونجا قربانی توپ رو میزنه. باز هم استقلال، یک بار دیگه سمت راست، حالا ارسال بلند و ضربه سر رو اونجا مرتضی ابراهیمی بلند قامت میزنه. آقای قهرمانی بازی رو به سود تیم سایپا متوقف میکنه. خطای عمران زاده در تصویر هست ملاحظه کردید، چهره او رو هم میبینید. 0-0 مساوی. برای غلام نژاد، خود غلام نژاد، صادقی لو میره توپ، درست مرکز زمین، جباری کسی مقابل او نیست، پا به توپ حرکت میکنه، در از کوتاه کار میکنه با خسرو حیدری، او به عقب برای کرار، میزنن توپ کرار رو در حضور آقای قهرمانی. ادامه بازی تصمیم او هست، ارسال بلند به سمت چپ، کریم انصاری فر، خطا روی او، یک ضربه به سود سایپا هست در سمت راست خط دفاعی استقلال، خطا از پژمان منتظری که در تصویر آهسته حرکت او رو دیدید، چهره او رو هم اینجا لحظاتی میبینید. آقای قهرمانی در محل وقوع خطا ایستاده، مهدی رحمتی صحبت میکنه با بازیکنان استقلال، زیاد راضی نیست از نحوه بازیکنان که جلوی او کار میکنن، به ویژه خط دفاعی. البته خطری زیاد دروازه استقلال رو تهدید نکرده، اما رحمتی ترغیب میکنه که بازی سریع تر باشه، ارسال بلند و روی خط طولی محوطه شش قدم خود سید مهدی رحمتی میگیره. یاران ذخیره
دو تیم هم در واقع شاید حوصله‌شون از این بازی کند سر رفته. به هر شکل استقلال 0 سایپا 0 و همه چیز تا اینجا 0. مهدی خانی دروازه‌بان سایپا مأمور زدن ضربه دروازه هست. ارسال بلند توپ، تیموریان ضربه سر رو میزنه، توپ به صادقی میرسه، کاپیتان تیم سایپا. برای غلام نژاد به عقب، حرکت غلام نژاد. خانی با یک تکل توپ او رو میگیره. برای خسرو حیدری. جباری، توپ جباری رو هم یار شماره 40 سایپا احسان صبحانی میگیره. انصاری فر یک حرکت قشنگ از او و یک بار دیگه خطا روی او. میبینید از پشت دو بار یار استقلال او رو میگیره. بیژن طاهری اونجا در کنار فرشاد فلاحت‌زاده هستی ضربت کنار دروازه به شکلی نسبتا خطرناک توپ به بیرون میره. رضایی ضربه رو زد. اینجا میبینیم با هم جزئیات کار رو. جلو بود رحمتی و به زاویه مخالف زد و با اختلاف شاید نیم توپ او به بیرون رفت. عمرانزاده ارسال پاس بلند به راست برای خسرو حیدری، پرتاب به سود استقلال هست. چهره کمک داور دوم رو باز هم لحظاتی دیدید، آقای سعید زارع. خطا روی کرار به این ترتیب و یک ضربه بار دیگر به سود استقلال. خب خسرو حیدری رها میکنه. حالا به این شکل ضربه زده میشه، بلند دروازه بدون دروازبان و به بالای دروازه بیرون میاد دروازبان. در خروج ناموفق وحید مهدی خانی و دروازه خالی رو استقلالی ها نمیتونن باز بکنن. از زوایای مختلف این خطر جدی مقابل دروازه سایپا رو میبینیم. منتظری بود که اونجا یک فرصت گل رو در واقع از دست داد. موقعیت‌های خطرناک رو دو در مقابل یک ملاحظه کردید. یاران ذخیره سایپا بابایی، شیری، انصاری، خیری، منصوری، غریبی و خالقی فر. و این طرف هم زرین ساعد، عزیزاده، میداودی، شریفات، امیرآبادی، یوسفی و شیرزاد. دوستان استقلال رو هم لحظاتی ملاحظه کردید که روبروی جایگاه ساکت و آرام نشستند. این طرف در ظل غربی تشویق میکنن، اما اون روبرو و اون مقابل ساکت نشستن. آقای منصور پورحیدری رو هم لحظاتی ملاحظه کردید، یکی از اسطوره های استقلال، مردی که بازیکن استقلال، بازیکن تیم ملی، مربی استقلال، مربی تیم ملی بوده و وزنه روحی سنگینی هم هست در تیم استقلال، فعلا با عنوان سرپرست. شاه علی دوست میگیرن توپ رو. خسرو حیدری، تیموریان، توپ تیموریان رو هم میگیرند. یک بار دیگه با سه بازیکن پشت خط دفاعی و آفساید.
پرچم حسن کامرانی فر بالا میره و آفساید کریم انصاری فر رو اعلام میکنه. نخستین آفساید بازی است با این آماری که میبینیم. زمان سپری شده رو در تصویر ملاحظه میکنید. گلی هم که به ثمر نرسیده. حسینی منتظری سمت راست خسروی دری باز هم توپ رو میزنند. صادقی انصاری فر حرکت میکنه از نوک حمله به سمت راست، یه لحظه هم ضربه میزنه به حسینی و کامرانی فر با دو سه ثانیه تأخیر پرچم خودش رو به نشانه خطا بالا میبره. میبینیم با هم خطای کریم انصاری فر رو. مجیدی نمیرسه توپ به هدف. دقیقه 42 تا اینجا سایپا، زمینی که تصویر هست رو ملاحظه میکنید، تا اینجا سایپا در حفظ دروازه موفق بوده. کورنر به سود استقلال هست. جمع بازی کردن، فاصله کم خطوط سگانه، بسته نگه داشتن دروازه و سپس استفاده از ضد حملات نقشه سایپا و آقای صالح هست. یه پاس به عقب، یه ضربه و برخورد میکنه توپ با بازیکنی که بین توپ و دروازه خودی قرار داشت در ترکیب تیم سایپا. سایپا تا اینجا در هدف اول خودش موفق بوده، دروازش باز نشده، زمینی که آمار شوت رو میبینید و مربیان دو تیم که هر دو نگران هستند، اما در استفاده از ضد حملات خب موفق نبوده. استقلال که هدف اول در اختیار داشتن بازی هست برای مربی و بازیکنان این تیم، رسیدن به گل در واقع این تیم هم به هدف خودش نرسیده. پرتاب به سود تیم سایپا هست. دستورات آقای مجید صالح در کنار زمین. خب توپ امین منوچهری به بیرون میره. پرتاب دیگر با حسینی. مرتضی ابراهیمی ضربه میزنه، توپ این طرف میرسه به مهدی رحمتی، او با دست پرتاب میکنه. حرکت علی حمودی، آقای مظلومی علاقه زیادی داره علی حمودی رو در دفاع راست به کار بگیره، بازیکن شایسته خوزستانی که به اعتقاد من استعداد او به هرز میره در این پست. هیچ چیز خاصی از او نمیبینیم، نه مدافع حرفه‌ای و کارکشته است، نه در حرکات طولی در کناره خط طولی زیاد موفقه و برشک نمودی بازی او در ترکیب تیم استقلال نداره. به هر حال نظر سرمربی محترم هست و پستی که برای او در نظر گرفته شده دفاع راست. رضایی رو اونجا به خطا متوقف می‌کنند. ارسال پاس بلند، ضربه سر رو باز هم یاران استقلال میزنن و توپ رو میگیرن. داور هم بازی رو متوقف کرده به سود استقلال. تصویر استر ملزه کردید، خطای امین منوچهری اونجا گرفته شد. حسینی صاحب توپ،
درست مرکز زمین برای تیموریان. منتظری زمان اضافه شده یا تلف شده رو ملاحظه کردید؟ نمایی از ورزشگاه آزادی و تماشاگران حاضر در ورزشگاه و عکس العمل کرار رو هم در مقابل رضایی ملاحظه کردید. بازی آنقدر کند بوده که داور هیچ مشکلی تا اینجا نداشته مطلقاً. نمایی از ورزشگاه آزادی و چهره جاسم کرار. خطا، خطا از پشت از اسحاق صبحانی. خسرو حیدری درون محوطه جریمه، فرصت برای استقلال در ثانیه های تلف شده و اونجا پرچم کمک داور البته بالا رفته بود. آی سعید زاره که چهره او رو ملاحظه کردید، کمک داور دوم. تصویر استر رو دیدید. و جزئیات کار را از نمای دورتر هم ملاحظه کردید. فرصت این طرف برای سایپا. ارسال بلند، یه ضربه سر از یاران استقلال و کورنر. کورنر در آخرین لحظات نیمه نخست مسابقه. حنیف عمرانزاده به نظر میسه ضربه رو زده و کنه به سود سایپا شکل گرفته. تعداد کنه ها 1-5 هست. کاپیتن صادقی مأمور زدن ضربه کورنر هست. به این ترتیب میزنه، برمیگردونن. تیموریان این کار رو میکنه. باز هم صادقی در سمت راست، ارسال بلند توپ. خب توپ بیرون میره و دیگه آقای قهرمانی بایستی دستور خودش بدنه و پایان نیمه اول رو 0-0 مساوی اعلام بکنه. حالا این کار رو میکنه. استقلال 0 سایپا 0 در آغاز نیمه دوم. طبیعتا در خدمتتون خواهیم بود. 47 دقیقه و 20 ثانیه زمان، در واقع با 2 دقیقه و 20 ثانیه وقت اضافه زمان نیمه نخست مسابقه بود.